آرام عزت رئیس شورای مذهبی یهودیان در اقلیم کردستان عراق از گرویدن خود به دین مبین اسلام خبر داد و در مقابل دوربین خبرنگاران شهادتین را بر زبان جاری کرد و بیان داشت که او این قدم را در راه کسب رضای خدا و محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله برداشته است. عزت در بیانیه مطبوعاتی خود گفته که همکاران و دوستان یهودی خود را از تصمیم خود مطلع کرده و نمایندگی طایفه یهودیان را به همکاران خود سپرده است تا بعد از شش سال در این منصب بودن برای او جانشین انتخاب کنند. وی افزود من دلایل شخصی دیگری مانند بشارت ها و رؤیاهای صادقانه دارم که باعث شدند این تصمیم را بگیرم و اعلام می‌دارم که این تصمیم را تحت هیچ گونه فشار یا تهدیدی اتخاذ نکردم و اصولا جز آن دست از افراد نیستم که در مقابل تهدیدها سر فرود بیاورم و همگان مرا میشناسند وی همچنین تصریح کرد که دین یهود جزو هش دینی است که در وزارت اوقاف اقلیم کردستان ثبت شده است و او به تمامی آنها احترام میگذارد و انتظار دارد نمایندگان سایر ادیان با آغوش باز از, از این تصمیم وی استقبال کنند عزت همچنین تأیید کرد که ریشه خانوادهش به خانواده یهودی برمیگردد که اصالتا اهل شهر کردنشین مهاباد در شمال غرب ایران بودند و هزاران سال است که بخشی از بافت اجتماعی و مذهبی بین النهرین و, و نواحی زاگرس را تشکیل می دهند و هیچ ارتباطی چه دور و چه نزدیک با اسرائیل و سیاستهای آن ندارند